شما هستیم از برنامه صبحگاهی من همین شاسگل هستم با موضوع زیبا و تنین انداز خلیج همیشگی فارس. موضوع برنامه خلیج همیشه فارس. خلیج فارس عاشقشم. خلیج همیشه پارس. نه در کتاب عرفا، نه در کتاب شعرا کلمه‌ای به نام این که راجب خلیج فارس بحث بشه نبوده، و زمانی که اعراب بر ما حکومت میکردن هم اسم خلیج فارس رو عوض نکردن. یعنی بیشترین بحث راجب خلیج فارس و این که خیلی ها میخوان اسمشو بردارن، خیلی ها میخوان اسمشو بیارن، این بازی ها فقط برای این بود که مردم را گول بزنن و دریای خزر را تقسیم کنن. فقط در زمانی اسم خلیج فارس رو امارات متحده عربی اعلام کرد و این دعوا شروع شد که ایران در حال مذاکره برای تقسیم دریای خزر بود، و متاسفانه با این های و هوی و هوارهایی که برای خلیج فارس کشیده شد، دریای مازندران تقسیم شد. جنگ بسیار عمیق و عظیمی در به زودی، من فکر میکنم که کمتر از 15 سال آینده، اتفاق عظیمی میفته که خیلی از این، از حسینی یادتون باشه بنویسین، خیلی از اون کشورهای بالا برخواهند گشت، و فقط کافیه که یک آدم قدرت من یهو به قدرت برسه تو ایران، بلایی سر جهان خواهد آورد. اینو فراموش نکنی، یک قدرتمند، نه یک قدرتمند احمق، یک قدرتمند مغزی، یک چرچیل، نه یک فوش خارمان. اونی که بیشتر فوش میده احمق‌تره و ضعیف‌تره، اصلا اصولا ضعیفه فوش میده. یا آدم قوی قدرتمند وارد قدرت به قدرت تو ایران برسه، مطمئن باشید که خزر رو برمیگردونه هیچ، مازندران رو برمیگردونه هیچ، حقا برمیگرده، کاملا حقا. در حال خلیج فارس از قبل بود، هست و خواهد ماند.